بینندگان عزیز، با سلام به شما. کانون آوا تقدیم می کند. جمعه است، ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا، به وقت نیویورک شرق آمریکا. و خیلی خوشحالم که گفتم بهتون اندک اندک جمع یاران میرسن، نرم نرمک خبرهای خوب میاد. و امروز با آقای بهمن اعظمی از آلبانی برنامه رو شروع میکنیم. ایشون عضو جدا شده مجاهدین از آلبانی هستند و درباره پروسه و مراحل زندانی بودن و شرایط بد زندانیان رو به اصطلاح میخوان برای من و شما توضیح بدن. و با آقای عبدی هم هستیم، هر دوی این دوستان در کنار هم از آلبانی هستند. من میکروفون رو در اختیارشون میذارم و تا چند دقیقه آقای اعظمی صحبت میکنن، پس از اون آقای عبدی. هر وقت که ایشون دیگه به اصطلاح گفتنی چیزی نداشت، یک فیلمی هم هست، یک ویدیوی جالبی هست، گفتگوی صمیمانه آقای نادر کشتگار، عضو سابق با عضو صادق سابق با دوستان. من خودم این ویدیو رو صبح نگاه کردم، دیدم چقدر قشنگ صادقانه از جوونیش میگه، از موقعی که 11 سالش بوده و اینها، و با دوستان و فامیلاش صحبت میکنه. سلام میکنم خدمت آقای اعظمی، خوش آمد میگم بهشون. و آقای عبدی هم سلام از ماست. خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. بار اول هست، امیدوارم مرتبه آخر نباشه که با شما هستیم. این شما و این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید ببینیم آقای اعظمی، این بهشت برینی که مجاهدین قرار بود درست کنن بعد از این همه اشرف 1 و 2 و 3 و 10 و 1000، حالا به آلبانی رسیده، چی شده که شما شاکی شدید و شما هم جدا شدید؟ ضمناً دوستان سلام میکنن به شما، آقای موثقی میگن سلام خدمت آقای سوربی و مهمانان برنامه امروز. آقای اعظمی درود بر شما، آقای کرمی از فرانسه به شما خوش آمد میگن و دوستان دیگه هم هستن. از دوستان خواهش میکنم این برنامه ها رو با دیگران شیر کنن. من ساکت میشم. این شما و این هم آقای بهمن اعظمی و آقای منوچهر عبدی. بفرمایید. سلام. سلام آقای سوربی، من از برنامه شما تشکر میکنم، از بینندگان عزیز که ادای من میشنون ازشان تشکر میکنم. من حدود 26 سال در سازمان مجاهدینم، حدشم که تقریبا که 4 سالم در خود کن بودم، آلمانی هستم الان. آنم که حدود بگم یا 8 ماه 9 ماه از من از فرقه رجوی جنایتکار کن اومدم. خیلی آقای سوربی، واقعا سالیان سال خیلی رنجا دیدم، سختی ها دیدم، فشار ها دیدم، همه چیزا خیلی دیدم. خب من به شما، من در سال 72 به جرم چه میگن نفوذی 6 ماه 8 ماه من زیر این بودم، شکنجه بودم واقعا. همه ایلی کنایه بودن، کسانه ایلی که هستن الان چه توی خود کن هستم خیر عجابی هستن، چه اونایی که خوشبختانه عدوف به خیر عجابی جد آش شدن. منم تقریبا 6 ماه 7 ماه منش تکنجه کردن به دلیل نفوذ از مسعود عجابی، یعنی که من از ایران اومدم ها مسعود رجوی ترور کنم. حالا که من که او که شمنوز امانه بودم، واقعا تقریبا 19 سالم بود، خب به خدا محصل بودم، هیچم هیچ حتی هم نمیتونستم واقعا مثلا سلا اصلا جور مثلا نگه
دستگاه بکنم. اصلا اینا به جرم نفوذی از مسعود رجوی ملعون الان در دنیا که دارن ازش نفرت دارن. بله ما خوشحالیم که شما جدا شدیم، بهتون تبریک میگم آزادی، امیدوارم این زندگی جدید رو به اصطلاح بتونید خودتون رو باهاش تطبیق بدین. دوستان عزیز میبینید که ماجراهای مجاهدین واقعا این مسئله نفوذی، این تهمتی که به دوستان خودشون میزنن، به یاران خودشون میزنن. این دوستمون میگه من اصلا یه جوونی بودم اون موقع، حتی نمیدونستم اسلحه رو چجوری استفاده کنم و اینها، با یه ذوق و شوق آمده و اینها بهش تهمت زدن که تو آمدی میخوای مسعود رو ترور کنی و سالهای سال جوونیش رو اونجا به اصطلاح از دست داده و حالا خیلی خوشحالم که آزاد شدن. و خوشحالتر این که دوستانی مثل آقای عبدی هستن بیرون تا کمک کنن به اینها، چون واقعا مشکله. خود شما ببینید یه شهری رو میخواییم برین مسافرت، میخواییم برین تفریح کنید، ولی چقدر نگران هستید که وسایلتون با خودتون باشه. اینها از یک دنیایی که واقعا 30 سال جدا بودن از مردم، حالا میان توی مردم، مردمی که بیگانه هستن، زبانشون زبان دیگه هست و اینها، ولی باز ما به اینها تبریک میگیم و قدر این آزادی رو اینها بیشتر میدونن. در صورت من ممنونم، من باز ساکت میشم، شما تا هر زمانی که میخواین صحبت کنید و بگید این ماجراهای من شنیده بودم که در زندانها اینها شکنجه میکنن اینها، ولی دیگه واقعا این خیلی عجیبه که هنوز در قرن 21 اینها باور دارن به شکنجه. ببخشید که حرفتون رو قطع کردم، بفرمایید. بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شوربی و هموطنان عزیزمون. آقای شوربی، داستانها و جنایتهایی که فرقه در حق اعضای خودش کرده، آقای بهمن عجمی یه نمونه کوچیکیشه. اینها، این فرقه جنایتکار، آدمای سرنیش کرده در عراق، آدمایی رو داده دست استخبارات، هر کی که تو تشکیلاتش ناراضی بوده به یه نحوی سرنیشش کرده. حالا ایشون آقای بهمن عجمی تمام این به حساب خاطرات دوران زندان و شکنجه هایی که توی مجاهدین دیده رو اینجا مکتوب نوشتن و دادن که من از طرف ایشون بخونم، به خاطر اینکه ایشون یه خورده لگنت زبان دارن و صحبت کردن براشون سخته. اگه اجازه بدین من این خاطرات ایشون رو برای هموطنان عزیزمون و برای بینندگان بگم که بدونن این فرقه چه کارایی کرده. بخونید. من ممنونم از شما. ضمناً آقای سید امیر موثقی میگن آقای بهمن در محور 4 در مرکز فرماندهی 12 تحت فرماندهی رقیه عباسی مورد شکنجه قرار گرفتن و مورد ضرب و شتم قرار داشتن. بعد دوست دیگه‌ای میگه که آقای صوربی، من هم تو زندان رجوی توی اشرف بودم، زیر بازجویی میگفتن بنویس نفوذی هستم و آمدم رجوی رهبر سازمان را ترور کنم. بعد مسعود رجوی برایت در عراق خانه و ماشین میخرد و هر ماه برایت حقوق میدن تا زندگی عادی کنی. در صورت این هم به اصطلاح آفتاب آمد دلیل آفتاب، شاهدان عینی، از اونها ممنونم. من ساکت میشم تا آقای عبدی شرح حال و قصه های آقای اعظمی رو برای ما بیان کنم. بفرمایید. بله من از این دو دوست گرامی تشکر میکنم، بینندگان و شنوندگان گرامی، هر کدوم هر سوالی در این مورد داشتن ما در خدمت هستیم. بله آقای اعظمی نوشتن دوران زندان و شکنجه های مجاهدین در سال 72 چه گذشت. این شمه از پروسه زندان و شکنجه های فرقه رجوی در سال 72 را که من شاهدش بودم و خودم هم یکی از زندانیان این سیاه‌چال رجوی بودم را برای بینندگان گرامی تعریف میکنم. هرچند که یادآوری آن دوران سیاه برایم سخت و دردآور است، اما برای آشنایی بیشتر هموطنانم هم ضروری است که بدانن درون زندانهای این فرقه چه گذشته. یک روز بعد از اون من را صدا کردن و بردن داخل یک اتاق خالی و چند نفر آمدن دستم را گرفتن و از پشت بستن و هنوز من خبر نداشتم که موضوع چیست. بعد شروع کردن به
دشنام دادن و توهین کردن که شما خائن هستید و مارک نفوذی و خائن به من زده شد. به من چشمن زدن و مرا هل دادن داخل یک جیپ لنکروز سفید و بعد به خیابان که رسیدیم، چون شکنجهگران فرقه نمیخواستن که من بفهمم کجا میردیم، در خیابان ها مرا این طرف و آن طرف میبردن و دور خودم میچرخاندن. من شروع کردم به داد و فریاد کردن، گفتم چه کار میکنید، مگر من چه گناهی کردم، چه جرمی مرتکب شدم که یکی از شکنجهگران فرقه با توهین به من گفت که خفه شد تو نفوذی هستی و میخواستی رهبری سازمان را ترور کنی. من واقعا شوکه شده بودم. من که تا به حال از نزدیک حتی رهبری را ندیده بودم و این یه تهمت و مارک بود به من میزدن، همان شیوه های گشتاپویی رجوی. بعد من را به یک تک سلول بردن که مساحت آن 1 متر در 1 متر بود و بعد هم تمام لباس هایم را از تنم در آوردن و در آن سلول لخت فقط با یک شرط مرا رها ساختن. هوای سلول خیلی سرد بود. به زندانبان ها گفتم که سردم است، یک چیزی بدهید که لااقل سرما اذیتم نکند. در جواب به من گفتن تا اعتراف نکنی ما هیچ چیزی به تو نخواهیم داد. من هم که اصلا در باغ نبودم گفتم شاید اینها دارن فیلم بازی میکنن که من را آزمایش کنن که آیا من نفر وفادارشان هستم یا نیستم. 7 روز بدون لباس در هوای سرد سلول بودم و این 7 روز گذشت. بعد از آن یک پیراهن خواب برای من آوردن و بعدش هم هر شب من را صدا میکردن برای بازجویی میبردن. این افراد که همه شکنجهگر و همه شکنجهگر و بازجویی میکردن، اسمشان مختار جنت، مجید عالمیان و یکی هم عادل بود که این عادل سربازجو و فرمانده آنها بود و همه را کتک میزد. من را دستم را از پشت بست، به یک صندلی بستند و با مشت و لگد به جان من افتادند و با پوتین به ساق پای من میزدن که درد بسیار شدیدی میکشیدم. در لحظه از خدا طلب مرگ میکردم. اینجا بود که فهمیدم واقعا یک خبری هست و فیلم بازی نمیکنن. تمام ساق پاهایم کبود و سیاه شده بود، صورتم ورم کرده بود. بعد از پروسه شکنجه من را 3 نفری آوردن داخل سلول انفرادی. داخل سلول انفرادی چون اصلا راه نمیتوانستم بروم، در سلول یک نفر هم بود به اسم آقای مجید بزرگمهر که هم سلولی من بود. ایشون هم کرد بودن. بعد از شکنجه های زیاد و وحشیانه‌ای که توسط همین چماقداران و شکنجهگران سازمان شده بود، این آقای مجید بزرگمهری توی سلول در اثر شدت جراحات و شکنجه هایی که روی ایشون انجام داده بودن، همونجا جلوی چشم ما در سلول مرد و هیچ فریادرسی هم نبود که صدای ما را بشنود و کمک کند. بعد از مرگ مجید بزرگمهری آمدن جسد پیکرش را از پا گرفتن و کشیدن و بردن که در لحظه بر خود من و همه عیان شد که ما را هم مثل این دوستمان خواهند کشت. در داخل زندان یک راهروی بود که صدای شکنجه و جیغ زدن زیاد به گوش می رسید. صدای جیغ مربوط به زنهایی بود که آنها را هم به بهانه کشتن رهبری مارک خیانت زده بودن و به سلول انفرادی آورده بودن. یکی از این زنها به نام توبای بزرگمهری بود که برادرش در زندان رجلی در اثر شکنجه های وحشیانه فرقه کشته شده بود. وقتی صدای او را می شنیدم حالت ترس و استرس شدیدی به من دست می داد. با خودم می گفتم که خدایا ما که کاری نکردیم و گناهی مرتکب نشدیم، سازمان چرا با ما این رفتار را میکند؟ تا قبل از این موضوع در ذهنم سازمان جایگاه والایی داشت و همه چیز آن را قبول داشتم. بعد از این موضوع سازمان در ذهنم فرو ریخت. میگفتم خودشان میگویند که دولت ایران ما را شکنجه کرده و ما مجاهدیم و مدعی اسلام و انسان طراز مکتب و مخالف زندان و شکنجه هستیم. ولی موقعی که خودم به چشمم
داغ و درش و زندان و شکنجه سازمان در مورد افراد خودش را دیدم، آن هم بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مدرکی. وای به روزی که اینها به قدرت برسند و بخواهند بر مردم ایران حکومت کنند، در هر کوچه یک زندان درست میکنند و مردم را به سلابه خواهند کشید. و این و به این خاطر رهبری سازمان در ذهن من یک آدم پست و قدرت پرستی بیشتر نبود. میگفتم چرا به خاطر این آدم پلید باید صدها نفر از اعضای خودشان را بدون دلیل وحشیانه مورد شکنجه قرار دهند. دستور این کارها را مستقیم خود مسئول رجوی ملعون داده بود. نفرات زیادی را دیدم که سازمان شکنجهشان میکرد، از جمله فرامرز رحیمی، آقای سعدالله سیفی، آقای عادل اعظمی که ایشون پسرعموی خود من بوده و با هم از ایران به سازمان پیوسته بودیم. یکی هم مهدی رحیمی بود که در اثر شکنجه ناقص شده بود. بعد از این دسته دسته نفراتی رو که به زندان می آوردن، من که در سلول بودم شبها یک عدد نان و کمی سوپ به ما می دادن. برای نهار هم فقط پنج قاشق غذاخوری برنج می دادن که از لحاظ گرسنگی هم شکنجه بشنید. یادمه که اون موقع زمستان بود و هوا خیلی سرد بود و به خاطر همین سرما بیشتر گرسنگی رو احساس میکردیم. واقعا روزگار سیاهی بود و خیلی برام سخت میگذشت. از آمدنم به سازمان سخت پشیمان بودم. حتی یک مسواک به ما ندادن که بعد از مدتی درد شدید دندان گرفتم. درد سلول را کوبیدم به مسئول آن قسمت که فرد شکنجهگری به نام مختار جنت بود. آمد به او گفتن که دندانم درد میکند، اگر میشود یک قرص مسکن به من بده، از دیشب نخوابیدم و دارم درد میکشم. که این شکنجهگر در جوابم گفت برو مزدور خائن و با عصبانیت دریچه سلول را بست. و من در دلم گفتم آخه بی‌انصاف، در تمام دنیا، در تمام زندان ها حداقل برای درد دندان هر جرمی هم که داشته باشی این خواسته را قبول میکنن، ولی شما دیگه چقدر بیرحم و بیمروت هستیم. بالاخره قرص به من ندادن و من مجبور شدم با اون درد دندان 3 روز این درد رو تحمل کنم. به قدری درد داشتم که خودم رو به در و دیوار سلول میکوبیدم. سر و صورتم شدیدن متورم شده بود. به مدت 7 روز نمیتوانستم چیزی بخورم و دهان و دندان‌ها هم درد میکرد و دهانم هم عفونت شدیدی کرده بود. بعد روزها وقتی برای نهار به ما نمک همراه غذا میدادن، آن نمک‌ها را من جمع میکردم و روی دندانم میگذاشتم که درد دندانم را مقدار کمی دردش رو کاهش میداد. دیگه به درد عادت کرده بودم، حالت آدمای دیوانه را پیدا کرده بودم. 7 روز لحظه ای خواب نداشتم. خدا خدا میکردم که زودتر بیاین مرا هم ببرن برای کشتن که از این همه درد و شکنجه خلاص میشوند. بله، این سازمان که مدعی جامعه بی طبقه توحیدیه و شعار و ایدئولوژیش بود، اینها حتی به امثال من که از خودشان بودم هم رحم نمیکردن. اینها آشغالها و تفاله‌هایی هستند که فقط دنبال قدرت بودن و قدرت چشمشان را کور کرده بود و چون به قدرت نرسیده بودن عقده های ناگشوده را سر ما خالی می کردن. در میان اینها یک زنی بود به اسم مهری حاجی نژاد که این زن مسئول زندان ها و فرمانده همه شکنجهگرانی بود که من نام بردم. این مهری حاجی نژاد در بین افراد شدیداً منفور بود. می آمد دریچه سلول را باز می کرد و فوشهایی می داد که من تا به حال نشنیده بودم. این خانم کسی بود که با اشاره اون نفرات را می بردن به همون صندلی می بستن و دستور شکنجه را صادر می کرد و آن شکنجهگران هم آن نفر را لتوپار می کردن. حالا چه مرد باشد و چه زن، من بیشتر دلم برای زنها می سوزد که این همه سختی و مشقت را تحمل کردن و از ایران به عراق آمده بودن، ولی به این صورت فرقه با آنها رفتار میکرد. های عبدی یکم شما استراحت کنید، ما به این دوستانی که روی فیسبوک لطف میکنن بفرمایید.
دوستان میگن در اون زمان هر کس سراغ این نفرات را میگرفت میگفتن رفتن به یکانهای ویژه جهت آموزش و کسب آمادگی های لازم برای عملیات های داخل کشور. آقای مصطفی محمدی یه جا میگه که همین شکنجه ها رو روی پسر ایشون هم انجام دادن و من خیلی متاسفم، البته این رو به طعنه میگم، ما دنبال مساوات و برابری خانم ها هستیم، به نظر میرسه که در سازمان مجاهدین خانم ها ماشاءالله از لحاظ شکنجه‌گری از آقایان جلو زدن، بهشون تبریک میگیم. ضمناً آقای محمد رزاقی میگن که با آقای اعظمی در یک قسمت بودن و آقای اعظمی رو شخصی بسیار امین و صادق میدونن و باز آقای مصطفی محمدی میگن اگر دوست دارید با آقای پرویز مسئول ساواک مصاحبه کنید و ایشان مأمور بازجویی رجعی بودش. آقای محمدی نوشته یه جایی که ما اوائل فکر میکردیم که رجوی رو سازمان حقوق بشر نجات داده، ولی بعدن و حالا متوجه شدیم که رجوی به خاطر همکاری با ساواک بوده که نجات پیدا کرده. باز یکی از شکنجه های بد که تو سازمان مجاهدین بود شنیدن صدای نفر دیگر زیر شکنجه بود که نفر بشنود شکنجه روحی بشود و زود ببرد. شکنجگرهای رجوی زیر شکنجه که بودن میگفتن ما در کشورهای دیگر آموزش شکنجه کردن را دیدیم. من از یکایی که این دوستان ممنونم. و آقای رزاقی گفتن اسم اصلی نفر کشته شده بر اثر شکنجه در زندان اهل کرمانشاه جلیل بزرگمهر بود که آقای اعظمی شاید ایشان را به اسم مستعار میشناسند، ولی ایشون هم گفتن آقای بزرگمهری. باز هم از یکایی که دوستان ممنونم، روی فیسبوک خواهش کردم از آقای کرمی، از آقای موثقی، از آقای رزاقی که اونها هم به عنوان تهیه کنندگان برنامه کمک کنن به من که من اینجا دست تنها نباشم. و آقای عبدی سراپا گوشیم، شرح حال و قصه زندگی آقای اعظمی رو شما لطف میکنید ایشون نوشتن، شما بیان میکنید، بفرمایید. آقای شما بله، بعد از مدتی برگه ای را در سلول من انداخته بودن که در آن نوشته بود که نام و نام خانوادگی که من باید مشخصات خودم را در آن پر میکردم و بعد باید در آن بنویسم که من یک نفوذی هستم. البته من هرگز آن برگه را ننوشتم و آن را پر کردم سمت خودشان، چون ما تو مبهوت بودم و اصلا باور نمی کردم که فرقه با افراد خودش این چنین رفتار می کنه. این به نظرم آمد که این برگه را یک لحظه به نظرم حتی آمد که این برگه را امضا کنم که از دست شکنجه راحت بشدم. می گفتم من را یک بار می کشن و راحت می شدم، چون روزانه با این رفتارهای وحشیانه من را می کشتن. ولی بالاخره من امضا نکردم. شب من را بردن و باز از من با همان بستن با آن صندلی پذیرایی کردن. نه تنها من بلکه تمام کسانی که امضا نکرده بودن بعد از مدتی آقای فرامرز رحیمی را پیش ما آوردن. به قدر ایشان یعنی آقای فرامرز رحیمی را وحشیانه شکنجه کرده بودن که من در وهله اول او را نشناختم، چون صورتش شدیداً ورم کرده بود به طوری که شناختن او بسیار سخت بود. حتی ساق پاهایش دو برابر حالت عادی شده بود و نمیتوانست راه برود. فرامرز رحیمی درد خیلی شدیدی داشت، از درد به خود میپیچید و فریاد میزد. حتی یک قرص مسکن هم به او ندادند. ما هم که هیچ کاری نمیتوانستیم بکنیم، چون ما هم مثل او هیچ امکانی نداشتیم. تقریبا بعد از 20 روز کمی وضع فرامرز به لحاظ جسمی بهتر شد و فقط میتوانست تا دستشویی راه برود. خیلی دلم برای فرامرز میشد، ولی کاری برایش نمیتوانستم بکنم، چون خودم هم شکنجه شده بودم و تقریبا شبیه او بودم. او را با تمام وجودم حس میکردم که چه دردی میکشد. روزها به یاد مجید بزرگمهری میافتادم که در اینجا شکنجه شد و کشته شد. این را وسط پرانتز بگویم.
بعد از آزادی و برگشتن به مقر، هر چقدر دنبال سرنخی از مجید بزرگ مهری گشتم او را پیدا نکردم، یعنی در قبرستان فرقه هم که مراجعه کردم هیچ اثری از قبر او ندیدم. دلم به حال مادر مجید میسوخت که فرقه هیچ اثری از او به جا نگذاشته بود. البته میبخشید من اینجا تحسین میکنم، چون من همه رو مجید نوشته بودم، منظورم همون جلیله، جلیل بزرگ مهریه. بله. حالا برمیگردم به ادامه زندان. داشتم وضع فرامرز رحیمی را میگفتم که وضع جسمیش کمی بهتر شده بود. از زیر درب سلول که یک کمی با سطح زمین فاصله داشت بیرون معلوم بود. دیدم که سلول‌های روبرو همه پر از نفرات هست که ما از طریق همین شکاف پایین در با نفرات با ایما و اشاره به هم پیام میدادیم که مثلا چند نفر در سلول هستن. میگفتن مثلا 7 الی 8 نفر. بله تقریبا 8 الی 9 نفر در هر سلول انفرادی بود. در جاهای دیگر فرقه هم، در جاهای دیگری هم فرقه زندان داشت که اسم آن یکی از آنها قلعه محمود قائمشهر بود که اون محمود قائمشهر خودش سربازجو آنجا بود. بله آنجا هم تقریبا صدها نفر تحت اذیت و آزار و شکنجه های شدید قرار داشتند. حتی شنیده بودم که دیگر جا ندارن که نفرات جدید را در آن نگه دارن. سازمانی که تقریبا نزدیک 4000 نفر داشت، 200 الی 300 نفر را بدون هیچ دلیل به زندان آورده بود به جرم نفوذی. بعدش هم که یک مدتی گذشت و از ما بهتر شده بود به لحاظ جسمی، یک کامیون آورده بودن که یک اتاقکی پشت آن داشت و هیچ منفذ و نوری نداشت و کاملا داخلش تاریک بود. من را وحشیانه با لگد هل دادن و ته این کامیون انداختن. در این کامیون با اون فضای کوچک نزدیک به 20 نفر را سوار کرده بودن که جای نفس کشیدن نبود. ما را به همین قلعه محمود قائمشهر بردن که زندان و شکنجهگاه سازمان بود. من را داخل یک اتاق که فقط یک سرویس داشت ولی حمام نداشت آورده بودن آنجا که بعد از 3 ماه دوش بگیرن. تمام بدنم خارش گرفته بود و مشکل پوستی پیدا کرده بودم و از عمد مرا به این وضعیت نگه داشته بودن که نفرات دیگر این وضعیت من را ببینن و برگه را امضا کنن، یعنی همان اعتراف دروغ به نفوذی بودن. این اتاق 4 متر مربع مساحت داشت و از سلول تکی کمی بزرگتر بود، ولی من را تنها نگه داشته بودن که از تنهایی خسته و ناامید بشوم و به خواسته های آنها، یعنی اعتراف دروغ و امضای برگه، تن بدهم. ولی چون من نفوذی نبودم و هیچ خبری از این ماجرا نداشتم، وجدانم قبول نمی کرد که این برگه را امضا کنم. هر روز کار شکنجه‌گرانم این شده بود که یک برگه بیاورم به اتاق و به من می گفتن اگر امضا کنی که نفوذی هستی آزاد می شدی. تقریبا 4 نفری بودن که این برگه را امضا کردن، آن هم به خاطر اینکه دیگر تحمل شکنجه های وحشیانه سازمان را نداشتن. این کار تا آخرین روز که ما آنجا بودیم ادامه داشت و نفرات را مجبور میکردن که این نامه را امضا کنند و آنهایی هم که امضا نمیکردن همینطوری آنها را شکنجه کرد، به شکنجه ادامه میدادن و در سلول انفرادی نگهداری میکردن. یکی دیگر از ترفندهای کثیف این سازمان این بود که در زندان سازمان نفرات خودش رو سازمان بین نفرات زندانی پخش میکرد و با صحنه سازی فتنه هایی به پا میکردن که نفرات به جان هم بیفتن و کتککاری کنند. من خودم شاهد این صحنه ها زیاد بودم که چطور افراد را به جان هم میانداختن و همدیگر را کتککاری میکردن که بعد فرقه بگوید اینها خودشان را زدند و حتی دیگر لازم به شکنجه نبود که آنها را سازمان شکنجه کند. سازمان برای شکنجه افراد سرودهای خودش را میگذاشت و صدای آن را به قدری زیاد میکرد که خود این صدا باعث اذیت افراد میشد. اینها کلن شیوه های شکنجه این فرقه بود. بعد از مدتی تک تک افراد را صدا میزدن
و لباس نظامی نو میدادند، چون میخواستند ما را پیش مسعود ملعون ببرند. موقعی که لباس را موقعی که آورده بودند، یک روز این لباس برای من حرمت داشت و مقدس بود، ولی بعد از این ماجرا به قدری تنفر پیدا کرده بودم که حاضر به پوشیدن آن لباس نمی شدم، که البته با زور لباس نو را تنم کردند. بعد ما را پیش این رهبر ملعون بردن. بعد مسعود رجوی تک تک ما را صدا کرد که پیش او برویم و اسم خود ما را بگوییم. بعد با نیشخند زشتی که بر چهره داشت عکس‌هایی را نشانمان داد. در این عکس‌ها تصاویر خانه‌هایی بود که نمی‌دانم در کجا واقع بودند. این خانه‌ها که قسمتی از دیوار آنها سوخته بود می‌گفت که شما را ما به این دلیل آورده ایم. واقعاً حرفش خنده‌دار بود. من که اصلاً از داخل اشرف تا حالا بیرون نرفته بودم. من را به عنوان نفوذی برده بودند. در این نشست یک تعدادی از زنهای فرقه به عنوان شورای رهبری در یک قسمت نشسته بودند و مسعود وسط آنها مثل این بود که میخواستن ماها را محاکمه کنند. مسعود رجوی خائن هیچ حرفی نداشت جز یک تعداد عکس که نمیدانم از کجا آورده بود، چون همه آنها صحنه سازی و ساختگی بود. میخواستن کاری که بابا کرده اند را از دل ما بیرون بیاورند و خودشان را بیگناه جلوه بدن و ما حق را به آنها بدهیم. بعد در نشست اعلام کردند که از بین همه این افراد دو نفر نفوذی را گرفته ایم به نامهای جلیل بزرگمهری که همان رفیق و همسلولی من بود که به دست شکنجه‌گران مسعود کشته شد، و یک زن هم به اسم توبا که همه می دانستند اینها نفوذی نیستند و چون آنها را شکنجه های وحشیانه کرده بودند میخواستند به این شکل با زدن مارک نفوذی به آنها کشتن جلیل بزرگمهر را پایمال کنند و بهانه ای هم برای ما داشته باشند که ما الکی این کار را نکرده ایم. دیدید که در بین شماها نفوذی پیدا کردیم. مجید که زیر شکنجه کشته شد از توبای بزرگمهر خواهر مجید هم خبری نشد که نشد. بعد از نشست هر کسی چند صفحه از وضعیت به ما گفتن که بعد از نشست هر کس چند صفحه از وضعیت خودش بنویسد، مثلا سر چشکرانی داخل مناسبات به زنها و خرابکاری هایی که کردیم را در برگه بنویسیم و اعتراف کنیم. من که مجبور شدم الکی یک چیزی بنویسم، چون همش از ترس دوباره شکنجه شدن این کار را کردم. بعد از دادن این برگه به مقرات برگشتیم. عید نوروز هم که چند روز قبل بود تمام شده بود، چون ما در سلول بودیم. چند ماهی بود که در سلول آفتاب ندیده بودیم. رنگ پوست ما سفید شده بود و این موضوع برای نفرات مقر عجیب و غریب بود که ما کجا بوده ایم. ولی همه بعد از چند روز فهمیدن که ما کجا بودیم. بعد از آمدن به مقر فرمانده مقر دوباره صدای ما کرد که وضعیت ما را بپرسد و برای این که دل ما را خوشونت برای ما میوه و شیرینی داد آوردن و از ما تعریف و تمجید میکرد که شما از ما هستید، پاره تن ما و مسئول هستید، که به این شکل ما را راضی کند که شکنجه ها را فراموش کنیم. ولی مگر میشون فراموش کرد؟ حتی به من یک عدد قرص هم ندادن. چه شبها، چه بیخوابی ها، چه شبهای سیاهی که صدای شکنجه ها و اذیت و صدای شکنجه ها و تحقیر کردن ها و نگاه های تحقیرآمیز. البته نفراتی که در مقر بودن فکر میکردن که ما واقعا نفوذی بودیم و به ما اعتماد نداشتن. حتی یادم هست زنهایی که مسئول بودن هم به همین دید به ما نگاه میکردن. این صدا زدن ها تا یک ماه ادامه داشت. بعدش هم مسعود رجوی میخواست این مسئله زندان و شکنجه را از دل ما بیرون بیاورد و برای دلجویی از ما یک آقبانو، یک زیرپیراهن و یک عینک فرستاده بود. این خلاصه داستان زندگی من در سال 72 بود که اگر بخواهم کامل بنویسم چند جلد کتاب خواهد شد.
باشد به امید روزی که این جنایتکاران جواب این کارهایشان را بدهند. بهمن عظمی، نفر جدا شده از فرقه، تیرانا، آلبانی. این هم سرگذشت دوست عزیزمون آقای عظمی، آقای شمولی. بسیار ممنونم. واقعا این دوستان باید کتاب بنویسن و اینها باقی بمونه برای نسل‌های آینده تا گرفتار چنین ماجراهایی نشن. ممنونم از آقای کرمی. ایشون نوشته این سران فرقه رجوی امثال مهری حاجی نژاد و سید سادات در بندی و دیگر دستندرکار فرقه بازنان با جوی شکنجه سرکار داشتن، در دستگاه صدام آموزش این کارها را دیده بودن. دوست دیگه ای نوشته که مسعود رجوی تو نشست عمومی میگفت که برسیم سر قدرت زندانها را خراب میکنیم. خدا را شکر به قدرت نرسید که خانه های ملت را هم زندان میکردن. آقای مهدی راستین نوشته که شاید به جرأت بتوان گفت یکی از نفرت انگیزترین گروه های سیاسی ایران همین فرقه رجوی است. سوالم این از پس این گروه های حقوق و بشر بین المللی چرا علیه این فرقه افشاگری نمی کنند؟ اصلا چرا اجازه فعالیت می دهند به اینها در کشورهای مثلا دموکراتیک؟ خب خود شما آقای راستین پاسخ خودتون رو دادید، کشورهای مثلا دموکراتیک. عراق که وضعش معلوم بود، آلمانی هم به خاطر بیپولی، پولی که بابت مجاهدین از آمریکا میگیره و پولی که خود مجاهدین به اصطلاح زیر میزی به اینو اون میدن، به اصطلاح اون دهان سازمان حقوق بشر و اینها رو بسته. و در اصل اگه فکر کنید خود همون یونایتد نیشن یا سازمان ملل، اینا سازمان دول هستن، سازمان ملل نیستن. شما نگاه کنید 5 تا کشور قوی هر به اصطلاح دستوری رو صادر میکنن، هر قطعنامه ای رو هم که سازمان ملل صادر کنه اینا ویتو میکنن و از بین میبرن. در صورت من به نوبه خودم از آقای اعظمی ممنونم که با وجودی که مشکل صحبت کردن داشتن، ولی امروز به این خوبی آمدن به صحبت کردن. و یادتون باشه آقای اعظمی، اینجا که رسیدی احساس غریبی مکن. میگه احساس غریبی مکن اینجا که رسیدی، این کلبه کوچک تعلق به تو دارد. خیلی خوشحال شدم که با ما بودی. قربانت. دوستان عزیز، خواهش میکنم. دوستان عزیز، شرح حال آقای اعظمی رو شنیدیم. حالا نوبت به آقای منوچهر عبدی هست که ایشون شرایط بحرانی فرقه رجوی در آلبانی رو برای من و شما توضیح بده و پس از اون هم در قسمت دوم صحبتاشون توطئه هایی که این فرقه بر علیه جدا شده های خودش در آلبانی انجام میدهد. آقای عبدی، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. ضمناً آقای موثقی نوشتن که فرامرز رحیمی اهل کرمانشاه بود و از نفرات خیلی قدیمی بود. ایشون باز نوشتن که فرامرز رحیمی چون با انقلاب درونی مخالف بود، او را به زیر شکنجه بردند. ممنونم از تمام این دوستان که ما رو همراهی میکنن که تنها نباشیم. بفرمایید آقای عبدی. بله، در مورد شرایط آلبانی، شرایطی که فرقه الان داره، من قبل از اینکه این رو توضیح بدم یک نکته ای رو میخواستم بگم در مورد آقای عظمی و آقای سعدالله سیفی. الان چند روز پیش خود فرقه تلفنی ایشون و آقای سعدالله سیفی و بهمن عظمی رو تلفنی تهدید کردن، تهدید به مرگشون کردن، گفتن که اگر شما بر علیه سازمان افشاگری کنید و از این حرفا بزنید، یک بار تلفنی آقای عظمی رو تهدید کردن، یک بار هم سر ایستگاه اتوبوس دو نفر از افراد فرقه به اسم شهریار کیامنش و محسن حاجیان، که البته ما بالاخره اینجا اروپاست، اینا این مثل که این فرقه یادش رفته که الان ما توی آلبانی و یک کشور آزاد و اروپایی هستیم، هنوز توی همون عراق سیر میکنن، فکر میکنن که اینجا هم استخبارات عراقه که آدم ها رو تهدید کنن، سرنیز کنن. آقای عبدی، شاید شما یادت رفته که اینها آقای رجوی گفته بود که با مخالفین با شدت برخورد کنید و فرارم نکنید، اونجا وایسید تا بگیرنتون ببرنتون زندان. زندانهای اروپا مثل چیز میمونه، البته آلبانی نیست. بله بله، بفهم.
بله بفرم. این نکته‌ای که می‌خواستم قبل از اینکه حساب در مورد فرقه و اوضاع بحرانیش بگم، که فرقه چند روز پیش این کارو کرده، که البته ما هم طبق خود قوانین اینجا رفتیم و اقدامات لازم رو انجام دادیم، ولی می‌خواستم که به حساب هموطنانمون آگاه باشن که این فرقه چقدر خبیث و ملعونه. هنوز همون دستگاه داوود رفش خیال میکنن که اینجا عراقه. بله، یکی از موضوعاتی که میخواستم عنوان کنم سر فشارهایی که فرقه به جدا شده ها داره میاره و از این اهرم به حساب کمک هزینه مالی داره. آقای شوقی، پناهنده توی عرف بین الملل در قوانین و کنوانسیون های بین المللی تعریف داره. اینا کاری کردن که اینجا به حساب توی همون زد و بندهای کثیف خودشون، اول از این که اصلا ببینین اصلا یک چجوری بگم، این اصلا یک بدعته. یعنی توی قوانین بین المللی آخه کجای دنیا مرسومه که یک سازمانی بیاد یه تعدادی که پناهنده، مثلا افرادی که 20 سال 30 سال هر کی هر چند سال توی این سازمان بوده، آقا جدا شده اومده بیرون و پناهنده محسوب میشه، پناهنده سیاسی تعریف داره در سازمان ملل. بعد وقتی جدا میشه، حالا کمیساریا یا دولت اون کشور حق و حقوق پناهندگیش رو میریزه به حسابش. ولی این سازمان من نمیدونم دکمه بقالی باز کرده، تک تک نفرات رو صدا میکنه. یعنی میخوام بگم که حتی خود کمیساریا و دولت اینجا که یک دولت فاسد و مافیاییه، کمیساریا هم که بالاخره این سازمان با پول و رشوه و اینا تا حدودی توی دستگاه خودش آورده، تو همون دستگاه خودش صدا میکنه تک تک پول رو دستی، ببینید پول رو حتی به حساب نمیریزه، پول رو دستی میدن به طرف نفر جدا شده و ازش یه برگه میگیرن. مثلا الان جدیدن چند وقت پیش برگه گذاشته بودن که حالا تو بیا امضا بکن که این تا 3 ماه ما موقت بهت میدیم، هر وقت کار پیدا کردی بعدم باید این پول رو به سازمان برگردونی. و بعد هم توی برگه ببینید چقدر سخیف، چقدر آخه ببینید چجوری با پناهنده برخورد میکنن. بعد توی برگه هم نوشته که ما از خون شهدا و زالو و از این مزخرفات ارتزاق کردیم و سازمان ما رو آورده اینجا. اولا اینکه سازمان نیاورده، سازمان ملل آورده. بعد چقدرم بابت اینها پولهای کلان این سازمان گرفته بابت این افراد. اینجوریه. حالا این اهرم الان چندین ساله، یک پروسه 3-4 ساله است که این طی شده. الان خوشبختانه بالاخره در اثر اتحاد و یک پارچگی این جدا شده ها با هم شدن یک مشت آهنی، هم جلوی کمیساری و هم جلوی فرقه و هم جلوی دولت اینجا وایسادن. بالاخره هموطنان عزیزمون، خانواده ها از تمام دنیا کمک کردن، دنبال این قضیه رو گرفتن. الان این اهرم از دست این فرقه داره در میاد. یعنی الان کمیساری ها تک تک نفرات رو صدا کرده، این کمک هزینه زندگی رو الان همه رفتن امضا کردن که قرار از این ماه یا طی این ماه بالاخره این پول رو بدن. و این خودش یه پیروزیه، پیروزی برای همین جامعه جدا شده ها که الان تو آلبانی هن. بالاخره این اهرم دست سازمان داره گرفته میشه و سخت مثل مار به خودش میپیچه مریم رجبی الان که این اهرم دستش گرفته میشه. چرا؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که الان افرادی که اسیرن توی چنگال فرقه، توی همون بیابون و بیغولهی که همه رو جمع کرده، بالاخره اونا میفهمن که این از دست سازمان در اومده و کمیساریا میده. خود این موضوع باعث ریزش شدید خواهد شد. خب افرادی که الان اونجا هستن خیلی نفرات هستن که میخوان جدا بشن. الان با یک بحران فزاینده و خیلی شدیدی فرقه روبرو شده، به طوری که افراد نافرمانی میکنن، حرف فرمانده ها حتی فرمانده های بالاشون، یعنی همون زنایی که اونجا فرمانده و مسئول هستن، یک کسی برای حرفاشون تره خورده میکنه. الان هم که متوجه میشن که به حساب به داخل بیرون یه امیدی هست، یه کمیساریایی هست که این پول رو میده، 100% میان بیرون. من اینو مطمئنم. بالاخره من نمیدونم این فرقه تا کی، خب تا موقعی که تو عراق بود با داغ و درفش و استخبارات آدم ها رو سرنگون میکرد، اینجا هم که با این ترفندهای کثیف
و از یه طور هم بیرون رو آنچنان در داخل سیاه نمایی میکنه، آی بریم بیرون علاف میشین، نمیدونم کارتون خواب میشین، نمیدونم به گدایی میفتین. نه واقعا اینجوری نیست. الان ما همه اومدیم بیرون، بالاخره ما هم خدایی داریم، هموطنانمون هستن، کمیساریا هست، دوستانی که بالاخره پیگیری میکنن مشکلات و مسائل ما رو. من تمام اونایی که اسیرن الان در چنگال فرقه از هیچی نترسید، بیایید بیرون. اینا همه تبلیغاته، اینا تمام جفسازی های مسمومه. تا کی میخواییم گول حرفای این فرقه رو بخوریم؟ و خواستم که بگم که این یه پیروزی بود که بالاخره جدا شده ها با اتحاد به دست آوردن. یکی دیگه سر اوضاع به هم ریخته در درون فرقه، که گفتم به حساب الان نافرمانی خیلی زیاد شده، بعد هر روز باز همون نشستای مزخرف. الان افرادی هستن که ما تو شهر میبینیمشون، باهاشون یواشکی گوشه کنار صحبت میکنیم، واقعا میخوام بیان بیرون، واقعا میخوام بیان بیرون. و الانم خود این خبر رفته در درون فرقه و من مطمئنم که ریزش خیلی شدیدی خواهد داشت. بالاخره این تشکیلات عنکبوتی و پوسیده فرو خواهد ریخت. بعد یکی از موضوعات دیگه که الان چند وقت پیش من دیده بودم، یکی این که خود فرقه، این سازمان الان توی سیستم دولت آلبانی هم اینها رو توی لیست تروریستیشون نامگذاری کردن. یعنی بعد از یک سری تحقیق و تفحص که توسط دولت خود اینجا انجام گرفته، به این نتیجه رسیدن که بابا این سازمان واقعا فرقه است، واقعا خطرناکه، اصلا برای مردم آلبانی هم این مضره. چون خیلی الان فکر میکنه که اینجا هم باز عراقه، که بره 4 تا عرب رو جمع بکنه و شام بده و نهار بده و مثلا به اسم خودش بیاد یه تعدادی مردم رو جمع بکنه، شهروندهای آلبانیایی، و در حمایت از خودش، همون چیزی که خودشون میگفتن دیپلماسی به اصطلاح اونا، دیپلماسی انقلابی، یعنی بیان از پایین با مردم آلبانی رابطه برقرار کنه. و واقعا یه چیز خنده‌دار که من الان چیز کردم، اینجا یادداشت کردم، اینا رفتن تو یکی از کلیساهای آلبانی، یه کلیسای اینجا داره، کلیسای معروف، یه کلیسا هم ارتدوکسه، رفتن کنسرت اجرا کردن. یعنی از این دست کارا داره اینجا میکنه. بعد دیگه یکی هم سر همین به حساب مسائلی که مسائل و مشکلات عدیدهی که برای خود جدا شده ها اینجا ایجاد کرده، همین از جمله همین تهدید، فشار توسط پول و خیلی چیزهای دیگه. مثلا آدمایی که یه تعداد بودن که اونجا وقتی میرفتن پول بگیرن، بعد میگفتن که چی؟ بعد میگفتن که مثلا خبر مثلا افراد دیگر رو میدادن، مثلا فلان کس با کی میگرده، خونهش کجاست، چی کار میکنه و از این دست کارا. البته خب این هم که یه مشت محکمی خود فرقه خود از طرف همین اعضای جدا شده. من عرضم همین اینا بود. اگه شما سوالی دارین یا آقای عبدی اجازه بدین فقط دوستان چون روی فیسبوک چیزایی نوشتن اینها رو براتون بخونم. آقای موثقی نوشته درود بر همه جدا شدگان از فرقه آلبانی، ننگ بر رجوی، نفرین بر رجوی. بعد ایشون نوشته که دوستان عزیز در آلبانی از هیچ یک از تهدیدهای فرقه نترسید و تا جان در بدن دارید و داریم باید فرقه رجوی را افشا کنیم، همه با هم دست در دست هم و یک صدا. و آقای رزاقی نوشته بودن راجع به زندان، متاسفانه این پیام ها میره بالا و من نمیتونم پیداشون کنم. آقای راستین چیزی نوشته بود که آقای کرمی بهش پاسخ داده بود که آقای مهدی راستین عزیز، کدام سازمان ملل؟ اینا با پول همه رو میخرن. و اون شخصی هم که اینجا به نام آقای پرویز معتمدی یا هر کسی هست، آقای مصطفی محمدی، اگه ایشون مایل باشن ما خوشحال میشیم دربارش به اصطلاح صحبت کنیم. ولی من قبلا هم شنیده بودم که آقای رجوی گویا برادرش به اصطلاح از طریق سازمان ملل و اینها اقدام کرده، ولی بعد یه روایت دیگه بود که چون ایشون ضعیف بوده و به اصطلاح زیر شکنجه دوام نیاورده، قول همکاری داده بوده به ساواک و به این خاطر بوده که این تنها کسی بوده از اون گروه که آزاد شده.
در هر صورت آقای عبدی، من از شما ممنون و متشکرم. اگه شما هم صحبتی دارین با این دوستانی که روی فیسبوک بودن با ما همراه بودن بفرمایید، و همون جوری که گفتم در دنباله صحبت‌های شما یک گفتگویی هست که آقای نادر کشتکار عضو سابق مجاهدین با دوستان و بستگان اسیر در فرقه انجام دادن. ضمناً من پیشنهاد میکنم دوستان شما رو به عنوان تبلیغ استفاده کنن، اون موقعی که ما با شما مصاحبه کردیم اون شرایط و وضعتون با الان که ماشاءالله 180 درجه وضع حال بهتر، و اونها هم از دروغایی که فرقه بهشون میگه که اگر رفتید بیرون به گدایی میفتید و چنین و چنان، نگران نباشن، دوستانی مثل شما و دیگران هستن که اینها رو حمایت میکنن و کمک هایی هم هست که به اصطلاح سازمان های حقوق بشر مجبور هستند وقتی کسی به عنوان پناهجو پناهنده اسم نویسی میکنه اونها رو زیر بال و پر خود و پوشش خود قرار دهن. بازم ممنون که با ما بودید، من ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. بله دوستان خیلی لطف دارن، از لطف و محبت همشون بسیار تشکر میکنم و سپاسگزارم. یه نکته ای من بخواستم خدمت دوستان و بینندگان عزیز عرض کنم و رو به خود همین فرقه. من واقعا نمیدونم این سازمان بالاخره چی کار میخواد بکنه، تا کی حصار و ایزوله و نمیدونم بند و زندان درست کردن و توی بیابون توی چهاردیواری آدم ها رو محصول کردن. این هست که اصلا حالیشون نیست بابا، ذات انسان اون جوهره وجودی انسان حصار پذیر نیست. مریم رجبی، آدم ها رو تو نمیتونی با سیم خاردار و پست نگهبانی و با نمیدونم مدیریت ذهن، بابا قرن 21 آخه تا کی میخوایم به این کار آدم ادامه بدیم؟ من واقعا که لعنت به این فرقه، واقعا لعنت به این فرقه. یک مش آدم که 30 40 سال عمرشون رو به باد دادیم الان هم دست از سرشون بر نمیداریم، بابا چرا نمیای یک باره بشینی انحلال این سازمان رو بیرونی کنی؟ آخه از چرا تا کی میخوای ادامه بدی؟ این یک موضوع دیگه هم سر همین ما جدا شده ها، حالا بالاخره کمیساریا بالاخره ما موفق شدیم جدا شده ها که این پول رو که فرقه به عنوان اهرم فشار یه چماق بالاش سر ما کرده بود از چنگش در بیاریم، ولی این مینیمومه، یعنی این جنگ جدا شده ها با این فرقه هنوز ادامه داره. یکی این که به حساب ما باید اینجا خود کمیساریا و دولت اینجا پای این موضوع بیاد. الان چون طرف حساب ما رو قرار دادن، قبلا فرقه طرف حساب بود، الان خود جدا شده ها رو تک تک داره طرف حساب قرار میده. باید اینجا به حساب مجوز کار، یکی مجوز و جواز این که خانواده ها، خب من الان 15 سال بچه‌مو ندیدم، بچه‌م بزرگ شده ازدواج کرده، تمام آدم ها این جدا شده ها همین جوری هست، خانواده هاشون رو ندیدن، میخوان خانواده هاشون رو ببینن، ولی توی همون زد و بند، توی همون زد و بندی که فرقه با لابیایی توی آلبانی و این دولت مردای اینجا داره، خانواده نمیذارن بیاد اینجا. ما باید بجنگیم این مجوزا رو هم بگیریم، اول استاتومون اینجا مشخص بشه، استاتومون مشخص بشه به عنوان پناهنده سیاسی، بعد حق و حقوقی که طبق قوانین بین المللی به یک پناهنده تعلق میگیره از قبیل مجوز کار، بعد حقوق شهروندی و خیلی چیزهای دیگه. اینها ما هنوز جنگ ادامه داره، فرقه فکر نکنه که تموم شده، حالا این پولو داره کمیساریا میده ما دیگه ساکت میشینیم، نه، تا آخرین روز تا آخرین ثانیه عمرمون اینجا بر علیهش افشاگری میکنیم، جنایتاشو به تمام دنیا میگیم که این فرقه چه جنایتهایی کرده. امثال آقای بهمنی زیادن، امثال تمام این کسایی که شکنجه شدن توی راه، اون کسایی که سربنیش کردن، من حالا میخوام اصلا تحقیق بکنم ببینم اینا رو میشه پیگرد قانونی کرد؟ آخه تو به چه مجوزی؟ تو مدعی میگفتی که دولت ایران شکنجه گره، دولت ایران شکنجه میکنه، ما انسان مجاهدیم، انسانهای تراز مکتبیم، کوچی شد همش تجلیل و ریا و حقوق بازی، و به خاطر همینم هست چرا انقدر با حصار و بیرون از شهر رفتن و دربند کردن آدم ها چفت و جوره این سازمان. خب از همین میترسه، چون دنیای ارتباطاته، آدم ها چرا از این میترسید آدم ها رو جا به جا کرد؟ چون تو مقر مفید افراد میرفتن، بالاخره این ور اون ور، یه اینترنتی یوتیوبی، این و
بالاخره گوگل سرچ گوگل رو میزدن متوجه میشدن که اینا چه جنایت هایی کردن. بله من خیلی از لطف شما ممنونم، واقعا از همه هموطنانمون تشکر میکنم و همکاران شما که این برنامه رو تهیه میکنن. بالاخره صدای این جدا شده ها به گوش همه میرسه و بسیار بسیار وحشت داره این فرقه از این افشاگری ها، به طوری که اصلا سابقه نداشته که بیاد توی خیابون دو نفر رو تهدید به مرگ بکنه، تهدید به مرگ بکنه، که باز من یک بار دیگه اسامی این دو نفر از اعضای فرقه رو میگم که شهریار کیامنش و محسن حاجیان جلوی آقای بهمن ارزنی رو گرفتن، یک بار تلفنی و یک بار حضوری. حالا اون تلفنی رو نمیدونم حتما این دو نفر بودن، ولی این دو نفر تهدید به مرگش کردن که اگر دست به افشاگری بزنی بله میکشونه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف شما. شما اگه سوالی امری باشه بنده در خدمت. من ممنونم از شما، فقط چون شما گفتید که به دوستان بگیم این برنامه ها روی فیسبوک هست، هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه تا جمعه هفته آینده، و اون نواری رو هم که خدمتتون گفتم، صحبت های آقای نادر کشتگار، هم لینکش رو زیر فیسبوک صفحه شخصی خودم هم صفحه مردم تیوی قرار دادم، و بازم از شما ممنونم، بیشتر ممنونم که این وسایل رو به اصطلاح در اختیار آقای اعظمی هم قرار دادید تا ایشون بدون نگرانی بتونن بیان و با ما باشن. از ایشون هم از قول من تشکر کنید. بسیار ممنونم، تشکر. روزای خوبی براتون آرزو میکنم. تشکر میکنم، سپاسگزارم از لطف شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای اعظمی و آقای عبدی بودیم. ممنونم دوستان، باز اینجا نوشته هایی رو نوشتن که براتون بخونم، اجازه بدید که بله، دوستی نوشته که این مسعود رجوی خیلی بی‌ناموس هست، تو سازمان کتاب انجیل خوندم، چند بار دادگاهی شدم، الان خودشون میرن تو کلیسا برنامه اجرا میکنن. آقای محمدی، مصطفی محمدی، که اون فیلم بسیار جالبش رو دیدیم که درباره بچه‌هاش و خودش و زندگی که واقعا 20 سال اینشون همینجوری نگران بوده و اینها، شاید هم بیشتر، ایشون نوشته ضمناً زمانی که بنده در اشرف بودم متوجه شدم یک در یکی از ساختمان‌ها اسمش را هتل گذاشته بودن، یاسر عزتی را زندان کرده بودن، به آمریکایی‌ها گفتم و اونها نجاتش دادن. آقای سوربی، بنده در سال 2004 در رادیو فردا اعلام کردم که مجاهدین زندان دارند، شکنجه می کنند، و اگر افرادی که در فرقه مانده اند از ترسشون هست و هیچ چاره ای ندارند و مجبورند بمانند. حالا ای کاش رادیو فردا اقدامی کرده بود، ولی خیلی خوشحالم آقای عبدی گفت که ایشون داره پیگیری میکنه ببینه میشه شکایت کنه که اینا شکنجه کردن اینها. تا اونجایی که من میدونم توی آمریکا دو تا چیز هست که زمان به اصطلاح باعث نمیشه که اون جرم از بین بره، یکی تجاوز و یکی شکنجه، سه تا هست، یعنی تجاوز، شکنجه و کشتن یه نفر هست، اونا تا آخر چی میگن ابدالده میمونه و طرف میتونه شکایت کنه. در صورت ممنون از این دوستان، اگر از تلویزیون مردم، مردمتیوی.com این برنامه ها رو دنبال میکنید که الان بعد از اینکه من از شما خداحافظی کنم اون ویدیو رو میبینید، اگر از طریق یوتیوب، لینک پایین میذارم در اون قسمت دیسکریپشن یا توضیح برنامه ها، این لینک رو ببینید، همون جایی که آدرس کانون آوا رو هم میذارم، و اگرم روی فیسبوک هستید که من این لینک رو در دو صفحه گذاشتم. بازم از دوستانی که در فیسبوک من رو یاری کردن، آقای کرمی، آقای محمدی، آقای موثقی و آقای رزاقی و دیگر دوستان، بسیار ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش، امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه شما، مخصوصا اونهایی که یه مقدار زیادی از زندگیشون رو از دست دادن به این وسیله که علاف سازمان بودن، روزهای بهتری داشته باشن و روزهای بهتر و خبرهای خوشتر رو با من و شما سهیم شوند و شریک شوند. روز و روزگار بر شما دوستان خوش.